تو را جویم، من یار دل آزار که پنهانی ز چشم من پریوار. مگر زین پس تو را در خواب رود در خواب اگر این چشم بیدار. من مطمئنم که به روزی نزدیکه، بسیار نزدیکه، و این اتفاقی که شما میگین افتاده که واقعا تکون دهنده است. نمیدونم راجبش چی بگم، ولی تک تکشون اینا چه موجوداتی هستن، این چه نوع فداکاریه، این چه عشقی به آزادیه. برای هیچ کس باور کردنی نیست، در هیچ وقت جهان، در هیچ زمانی از تاریخ مبارزات مردم چنین چیزی سابقه نداشته. من بسیار سربلند هستم، خودم و خانوادم هممون سربلند هستیم از اینکه در کنار چنین مقاومتی هستیم. و این مقاومت هم سربلنده که هنرمندی مثل شما رو در کنار خودش داره. تشکر میکنم. ولی شکوه و عظمت این مقاومت انقدر زیاده که امثال ما در کنارش به حساب نمیاییم. ولی با وجود از میکنم که قابل تصور نیست. هیچ وقت چنین مبارزاتی، چنین مبارزهی و تمام ابر و باران رو شکوفه در بهاران رو خبر باید، خبر باید، خبر باید که ما از شب گذر کردیم، خطر کردیم، خطر کردیم به امید شما و دیدن آن خانه زیبا. ز دریا، ز طوفان ها به هر دستی گرفته مشعلی روشن، از این فصل پریشانی گذر کردی. وظیفه بزرگ به گردن شما هست و اون هستش که از این مقاومت، از ساکنین اشرف، از مبارزین داخل اشرف، اسم اونها ساکنین نیست، اونها رو من نمیدونم چه اسمی بذارم براش، اونها ساکن اونجا یک افراد که در یه جایی سکونت دارن نیست، اونها جایی سکونت ندارن، اونها جور بین زمین و هوا، بین زمین و آسمون زندگی میکنن، اونها تو عرش زندگی میکنن. من نمیدونم اونها چه احساسی میکنن که انشاءالله یه روزی میتونستم که اون احساس رو داشته باشم. نمیدونم اونا چی فکر میکنن، چی احساس میکنن، چه نیروی اونها رو توی این شرایط سخت و دشوار نگه میداره. من نمیتونم بفهمم. یک چیزیست برای تصور
انسان، برای قدرت و تصور بشر. ولی هرچی هست اونها سمبول و کاکل مبارزات مردم ما هستن و اونها رو باید دوست داشته باشیم و باید از اونها حمایت بکنیم و باید راه اونها رو تا میتونیم دنبال بکنیم برای رسیدن به سعادت ملت ایران، البته و فقط به خاطر آزادی و استقلال و مردم سالاری در کشور عزیزم. کاکل مقاومت مردم، کاکل مبارزات مردم اشرف هست. اونجا الگوه، نمونه است که ما بازتابش رو توی حرکت‌های داخل ایران مستقیم و غیر مستقیم می‌بینیم. و عرض کنم حضورتون که چیزی که باید آرزو بکنیم و دعا بکنیم و براش کار بکنیم و فعالیت بکنیم این هست که اشرفی ها سلامت و پایدار باشن انشالله و این نقش مسئولانه خودشون رو که خط و خطوط آینده میهن ما رو رقم میزنه کماکان ادامه بدن و پایداری کنن و ما هم در کنارشون هستیم و خواهیم پر زنو من امشب میخوام ضمن این که یک ترانه‌ای رو تقدیم حضور همه شما دوستان بکنم، ولی بیشتر مخاطبم رزمنده‌ها هستن، چون ما این سفر رو کردیم به خاطر اونها بیشتر. ستار و مصدق تو رگاتون جاری است، خون ستار و مصدق تو رگاتون جاری است، بابک و مسلم و لیس و سربداران شما این. ای جوانان وطن وقت سرافرازی هاست، وقت یاری به وطن، نوبت آزادی هاست، موسم جان بازی هاست. ما سالهای سال با هم در مبارزات مربوط به تلاشایی که برای رسیدن به آزادی و حکومت مردمی در ایران صورت میگیره سالها در کنار هم بودیم در این مقاومت مردمی و خاطرات بسیار خوشبختانه خوبی از این بابت با هم داریم. آقای سخایی چی فرمودید؟ بعد گسستگی مسئلهش بعد عرض بنده این بود که اگر امکان داشته باشه این ماده 6 به نظر میاد که پر محتوا ترین ماده این قطعنامه است. این بله. داره اول قرار بگیره. وقتی که مسعود منو دعوت کرد که برم کنار ایشون بنشینم، من این مرحله رو طی کرده بودم، یعنی این مرحله آشنایی با مدیریت ایشون توی جلسه و آشنایی یه مقدار با یه مقدار ریزیکاری هایی که تو کار ایشون بود و نحوه برخوردی که داشتن با برخورد بسیار صمیمانه و دوست داشتنی، دوستانه‌ای که با جمع حاضر داشتن و چطوری عقاید مخالف و موافق رو و
به هم نزدیک میکردن و در حقیقت یک نوع سرپرستی نه از نظر سنی بلکه از نظر فکری سرپرستی پدرانه به اون جلسه داشتن و همه اشخاص رو حتی اونایی که با عقیده شخصی خودشون هم مخالف بودن احیانا با نرمی و با صمیمیت مسئله رو حل فصل میکردن. به هر حال این چیزا مقدمه بود که وقتی که ایشون من رو دعوت کردن که کنار ایشون بنشینم من این مرحله رو طی کرده بودم و اون حالتی که شما دیدید که من احساس علاقه به ایشون رو در من دیدید بعد از این بود که من این مرحله رو طی کردم. متشکرم، مرسی، خیلی ممنون، خیلی ممنون، مرسی. همه کارهای شما تازه است، اولین بار اجرای موسیقی در مجلس ملی. بله، واقعا هنرمندان ما اگر این رو بشنون امیدوار میشن که در آینده ایران فرهنگ و هنر چه مقام والایی خواهد داشت. به هر حال متشکرم از اینکه این برنامه رو در اینجا اجرا می‌کنم. تشکر میکنم. وقتی ما رفتیم برای دیدار رزمندگان و اون موج عظیم ارتش آزادی بخش رو در اونجا دیدیم، من یاد یک بیت شعر محلی افتادم که با یه تغییر کوچیک اونو براتون میخونم. اونجا هم برای اونها خوندم. سر کتل پایین کتل، بذاریم با آواز بخونه. سر کتل پایین کتل، سر کتل پایین کتل، لشکر سواره لشکر سواره، مسعود جان مسعود جان دوربین بنداز، آی آی سر کتل پایین کتل، لشکر سواره لشکر سواره، آی آی مسعود جان دوربین بنداز، دوربین بنداز، بین صد هزاره بین صد هزاره،
سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد. از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد. از این دریای طوفانی گذر باید کرد. از این شب تا به صبح روشن و خوب اهورایی سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد. همه قایق سوارانی، همه قایق سواران، میان موج و طوفانی، همه پارو زنان، پارو زنان، در جنگ با دریا و طوفانی. در این تاریکی دریا، در این اندوه جان فرسا، چراغ همت افروزی، چراغ همت افروزی، که جز این راه راهی نیست. چو این شب بگذرد دیگر ز طوفان ها نشان، همه قایق سوارانی، همه قایق سواران، میان موج و طوفانی، همه پارو زنان، پارو زنان، در جنگ با دریا و طوفانی. سرود عشق باید خواهد به سوی ساحل خورشید، و صبح روشن و آرام باید برای سر برآوردن از این تاریکی و امواج بی پروا. خطر باید، خطر باید، خطر باید کرد. از این شب تا به صبح روشن و خوب اهورایی سفر باید کرد. تمام ابر و باران رو که کوفه در بهاران رو، خبر باید، خبر باید، خبر باید کرد که ما از شب گذر کردیم، خطر کردیم، خطر کردیم، امید شما و دیدن آن خانه زیبا. ز دریاها، ز طوفانها، به هر دستی گرفته مشعلی روشن، از این فصل پریشانی گذر کرد.